امروز در بخش پرده نقره‌ای محمد کریم اسیر مهمان ما هست، ممثل تئاتر. سلام کریم جان، صبح بخیر، خوش آمدین. سلامت باشین. سلام به ایمل جان، سلام به شما و بیننده های عزیزتان و صبحتان بخیر. بسیار خوش آمدین. من سلام. گاه ناگاه خسته میشم، باز میرم به طرف کارای مهمان ما اسیر عزیز، باز با خود میخندم و کارایشان هم میبینم. اسیر ما از چه زمان علاقه مند تئاتر شد؟ اسیر و گرفتار تئاتر. دقیقا یکی از معنای تخلص معمی است که من همیشه اسیر کارهای خودم هستم، هنرم هستم. از کودکی علاقه داشتم و تعقیب میکردم، گرچه در عالم مهاجرت بودیم، باز هم علاقه داشتم به اینکه برم روی صحنه تئاتر و کار کنم و در مکتب شروع کردم در اصل کار هنره. و بعد از او که مکتب خلاص کردم و شامل پانتون کابل شدم در پنزای هنرهای زیبا دیپارتمنت تئاتر و تا حالا مصروف هستم با تئاتر. کسی دیگه هم در خانواده بوده که به تئاتر علاقه داشته باشه یا کار کرده باشه در تئاتر و سینما؟ کاکایم در زمانی که جوان بودن که در کتابای تاریخ تئاتر در افغانستان حتی نامشان ذکر شده، در پروان بنیانگذار بودن. پدرم علاقه داشتن به فیلم و به تئاتر و اینا. ولی بیشتر فامیل ما ورزشکار است نسبت به هنر پیشه. برادرم مثلا در فوتبال است، پدرم است، ولی ما هنر پیش است. ولی اسیر، چطور خواستین که اسیر و گرفتار چارلی شوین؟ چارلی چابلین. و بیشتر کارهایتان هم، رفتارها و حرکاتتان هم گرفته از حرکات چارلی است. وقتی که کودک بودم ویدیوهای چارلی را می دیدم و او وقت برای من صرف یک جنبه کمدی و تفریحی داشت. بله. اما رفته رفته این جنبه کمدی و تفریحی تبدیل شد به یک پیامی که چارلی چابلین بدون زبان یک پیام جهانی را میرسونه. بعد از او این اتفاق در داخل صنف افتاد. در وقتی که در صنف هنرپیشگی بودیم استاد به شوخی برای من گفت مثل چارلی را نرو و این یک انگیزه شد. بعد از او تصمیم گرفتم که لباسش را بپوشم، گریم کنم و برای یک بار فقط به صنف این کار را انجام بدم. و وقتی که این کار را انجام دادم در داخل صنف خیلی تشویق شدم. بله. و بعد از او دلیل شد که بتانم از طریق از یک پیام را داشته باشم و بیم چارلی را. بله. کار پس کنم. گپ استاد دانشگاه و کریم اسیر تبدیل کرد به چارلی افغانستان. حال بیشتر هم که میرین رفقا و دوستایتان صدایتان میکنن، به امین هم فکر میکنن، من متنستم. بله، بدون شک یکی تشویق از اونا و یکی همکاریشان. من از پوهنیار عبدالحق حقجو نام میبرم، کسی که مرا تشویق و تا حال همکاری میکنن. کسی هستن که ماستری خود در بخش هنرپیشگی از آلمان گرفتن و همواره همیشه مرا تشویق کردن و کمک کردن که من بتانم بمو شکل معیاریش لاقل چارلی باشم. بله. خب کارهای تصویری هم داشتین، منظورم این است که فیلم کوتاه، سریال کوتاه یا نقشای بسیار کوتاهی که شما بازی کرده باشین در مجموعه ای. درست. با جدا از چارلی کارهای کردیم، کلیپ هایی داشتیم و حتی در سریال خط سیوم که افتخارش از تلویزیون طلوع بوده یک قسمت های کوتاهی بازی کردیم، ولی بیشتر دستیار کمره بودم در سریال خط سیوم. و کلیپ های بیشتر در صفحات یوتیوب طلوع در شادی ها. بله. اونجا کلیپ های خود به نشر زیاد رساندیم و در بعضی تلویزیون های شخصی دیگه. بله. هم کار کردیم. اسیر، دانشگاه کابل دانشکده هنرها را چگونه پیدا کردی خودت؟ دانشگاه کابل، من 4 سال وقتی که اونجا خواندم، یعنی 4 سال مثل 4 روز گذشت. و خوشبختی است که هنوز اونجا محصل هستم و ماستری خود در هنر شروع کردم. ماشاءالله. یک جایی است که کسایی که اونجا هستن واقعا عاشق هستن به هنری که دارن و کاری که میکنن. بله. و ما همیشه شنیدیم که استادا و رئیس پنزه گفته که هر کس که فارغ شده هنوز این بچه فارغ نشد. برای از اینکه میبینه که تقریبا 7 سال 8 سال میشه من هنوز هم میرم به پنزه هنر. ولی لذت بخش است، دانشگاه رفتن و به مو فضا و یک نوید خوش برای کسایی که علاقه‌مند هنر هستند که دانشگاه کابل دانشکده هنرها ماستری را آغاز کرده و میتونین که بخیر برین ماستری تانه مثل اسیر بگیرین. خب کریم جان، فکر میکنی که به نظر خودت، یعنی کسی که حرفه‌ای و
با تحصیلات عالی و با دانش و یک رشته کار میکنه با کسی که شاید آماتور آماده چقدر میتونه که موفق تر باشه؟ دقیقا تفاوت وجود داره. همیشه ما خودم شخصا این مشکل داشتیم که وقتی یک جایی رفتیم کار کردیم بیشتر کوشش کردیم که همه کاری که میکنم مطابق با معیار و دانشی که دارم باشه، ولی از طرف کسایی که آماتور کار کردن او قابل قبول نبوده، چون میخواستن همیشه به شکل آماتور پیش برن. بدون شک یک تفاوت خیلی بزرگ وجود داره در اینجا، ولی کسایی که آماتور کار میکنن، کسایی که تجربه دارن، بدون شک جایگاه خیلی خاصی بین مردم هم دارن، به خاطری که اونا با زبان خیلی عامیانه با مردم طرف هستن، ولی کسایی که مسلکی خواندن بیشتر کوشش میکنن که مسائل اکادمیک و علمی را زیادتر نشون. بله آقای عزیز، من بیشتر در برنامه‌های خودت که گاه و ناگاه حضور داشته میباشم، میبینم بیشتر پیام‌های صلح‌آور هستن. به نظر خودت آیا سینما و تئاتر میتونه که نقشی در آوردن صلح داشته باشه در کشور؟ بله بدون شک. اگر ما بریم به تاریخ و بخوانیم میبینیم که کشورهایی که خیلی پیشرفته هستن اونها خیلی نقطه قوت گذاشتن به سینما و تئاترشون، و یک معقوله است میگه اگر میخواین که یک کشور را ویران کنین اول برین فرهنگ سینما و تئاترش را ویران کنین، و اگر یک کشور را میخواین که آباد بسازین اول برین سینما و تئاترش را آباد بسازین. همین معقوله فکر کنم جواب سوال شما را. بله بله. چند روز پیش انتقادی از تئاتر کابل بود که حکومت به تئاتر توجه نمیکنه. به نظرتان آیا کدام تالار معیاری داریم ما در کابل نداریم؟ متاسفانه که انتقادهایی که صورت میگیره بجا است. ما ضعفای خود داریم در حکومت که به هنر هیچ توجهی نمیکنه، و در قسمت کابل ننداره یا تالار تئاتری که در کابل بود بعد از حملاتی که طالبان انجام داده بودند او تالار کاملا از بین رفته. تالار چندین بار آمد که بازسازی شد ولی نصف کاره ماند، رها شد، و تا هنوز متاسفانه تو یک تالار معیاری نداریم که مربوط به دولت افغانستان باشه، یعنی مربوط به تئاتر ملی باشه. یک تالار خیلی کوچک هست اما معیاری نیست، ولی یک تالار معیاری در کابل وجود داره که او. تشکر بسیار زیاد، تشکر از شما که دعوت کردین. واقعا برنامه بامداد خوش دیگه برنامه است که همه دوستش دارن. زنده باشه و علاقمندش هستن. تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. سلامت باشین و خوشی ما هم شما هستین. زنده باشه. شما نسلی که در این سرزمین هستین و مبارزه میکنین با برنامه های مختلفتان، میخواین که لاقل گوشه های از مشکلات این مردم برای حکومت برملا بسازین و نشان بدین. خیلی سپاسگزار هستیم. ما وقفه خود گرفتیم، پس از وقفه در بخش پایانی بخش سرخط برمیگردیم در رابطه با بیکاری با آقای اشرت احمدزی صحبت‌های خاط داشتیم. حال هم وقفه.